دوستان گرامی سلام، وقتتون بخیر. ما یک بار دیگه برنامه لایف داریم مطابق سه‌شنبه ها با قهرمانانمون. من یه توضیح بدم، ما در بخش توانبخشی مجموعه زنجیره امید هستیم. جناب آقای شمسایی هم که همراه ما هستن و همراه کودکان اینجا هستن. محمد طاهر عزیز الان دارن لباس فضایی می پوشن، درست میگم؟ بله بله بله. یه توضیحی در مورد لباس فضایی اگه زحمتون نیست میدین؟ خواهش میکنم. اگه آره شما تشریف بیارید بهتر. لباس فضایی یکی از جدیدترین تکنیک‌های درمانی، رویکردهای درمانی که ما به تازگی آوردیم توی مجموعه حدوداً 2 ماهه. بعد برای بیمارایی که مشکلات حرکتی دارن استفاده می‌کنیم، برای اصلاح الگوهای غلط حرکتی و تسهیل الگوهای نرمال به اصطلاح استفاده میشه. و محمد تو هم که خب الگوهای غلط حرکتی داشته و برای محمد تو بسیار مناسبه، بعد داریم استفاده میکنم که راه رفتن الگوی گیتش صحیح بشه به اصطلاح. بسیار عالی. محمد تو شنیدم خیلی دوست داری بعد بری آب درمانی. آره جایزه آب درمانیه؟ دوست داری؟ استخر شنا. استخر شنا رو که دوست داری که همین الان ما هم گفتیم. خب محمد ها، من شروع کنم برنامه رو؟ یه قربونت. خیلی خب، عارضم خدمتتون که همینطور که عرض کردم، ما در واقع توانبخشی زنجیره امید هستیم و جناب آقای شمسایی اینجا با بچه ها کارهای توانبخشی میکنن، همینطور که خودشون به زیبایی هرچه تمامتر توضیح دادن. الگوی رفتاری غلط بچه ها اینجا اصلاح میشه. خب ما امروز با اردوان، یکی از بچه هایی که به نوعی با زنجیره امید در ارتباط بوده سالها پیش، گفتگو خواهیم داشت. اردوان از جمله بچه هایی است که سالهای پیش حدود سال 92-93 توسط پروفسور مزدا در واقع مورد عمل جراحی قرار گرفته و یکی از بچه های موفق. او از کسانی است که با زنجیره پیوند عاطفی داره و امروز قرار هست که با او صحبت کنیم. من نگاهی بکنم و ببینم که اگر اردوان عزیز تشریف دارن. شما رو اضافه کردم. اردوان جان اگر میشه شما یک پیامی رو به من بده تا من بتونم شما رو اضافه کنم به در واقع این لایف و گفتگوی امروز. تا اردوان به مجموعه اضافه بشه، یعنی ما بتونیم در خدمتش باشیم، من یه توضیح بدم درباره زنجیره امید و عارضم خدمتون کارهایی که ما در زنجیره امید می‌کنیم. همینطور که بارها قبلا گفتیم، ما مرکزی هستیم، یک مؤسسه بین‌المللی که خدمات درمانی به
خدمات فوق تخصصی درمانی به عرضم به حضورتون که کودکان زیر 18 سال ارائه میکنیم در سه رشته قلب، ارتوپدی و ترمیم. عملهای فوق تخصصی رو پزشکان ما انجام میدن. نکته مهمتر از اونی است که خیرین به ما کمک میکنن و ما هزینه نقدی و هزینه درمان رو نه به خانواده نه به فرزند ارائه نمی کنیم، بلکه تمام خدمات درمانی رو به کودکی که نیاز داره و به ما مراجعه کرده ارائه می کنیم. آرزم خدمتتون که راه های ارتباطی من فکر کنم ببخشید توی صحبتم یه لحظه اختلالی پیش اومد به خاطر اینکه می‌خواستم اردوان عزیز رو اضافه کنم. نمی‌دونم این اتفاق اردوان جان اگر میشه شما اجازه بدید که من شما رو به لایو اضافه کنم. خب تا میدونید که خلاصه بعضی از روزها اختلال هست در اینستاگرام و به دلیل این که فیلتره و مشکلاتی پیش میاد. من عرض کنم خدمتون ادامه بدم، ما هزینه درمان رو به خانواده یا به کودک نمیدیم، بلکه او تحت مراقبت و درمان ما قرار میگیره و ما عمل جراحی رو یا خدمات فوق تخصصی درمانی که نیاز داره رو به او ارائه میکنیم. پس بعضی از دوستان که در آرزم خدمتتون کامنت ها یا جاهای دیگه برای ما می نویسن که به ما کمک نقدی اگر مقدور است انجام بدید، ما حقیقتا امکان این رو نداریم که کمک نقدی بکنیم، بلکه ما هزینه های درمان رو متقبل میشیم و بچه ها بعضی موقع تا سالها با ما هستن و این درمان استمرار داره. من آرزم خدمتتون که اردوان عزیز الان برای من سلام نوشت و من میخوام اضافهش کنم. بله 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 اردم آجان، شما باید ریکوست بدی به ما که من بتونم شما رو اضافه کنم. شما فکر کنم همزمان خودت هم روی صفحه لایو رو زدی، بلکه بگو من باید درخواست بدی من شما رو اضافه کنم به این برنامه. بله حالا تا موقعی که بتونیم اردمان رو اضافه کنیم من توضیحاتم رو تکمیل کنم. ما از 1386 در واقع زنجیره امید فعالیتش رو آغاز میکنیم. امروز با اردوان هم قرار هست در مورد کارهایی که پروفسور مزدا انجام دادن صحبت بکنیم. پروفسور متاسفانه سالهاست که به دیار باقیش اتافتند و ما در خدمتشون نیستیم، اما یکی از چهره های بسیار مؤثر در زنجیره امید بودن و خدمات بی‌نظیری رو به مجموعه بهداشت و درمان کشور ارائه کردن فارغ از زنجیره امید. خود زنجیره امید خدمات شایسته ای رو به مجموعه بهداشت و درمان کشور ارائه کرده که قابل
شمارش حداقل 6 دستاورد بزرگ رو زنجیره امید داشته که میتونیم به اونها اشاره کنیم. از جمله همین بخش خدمات توانبخشی که ما اینجا داریم و حالا میگم دستاوردها رو در جلسات آتی برای شما خواهم گفت. چون داره یه مقداری وقت میگذره کماکان ارزمان جان شما باید در واقع اون آیکون دوربین پایین رو که میبینی اون رو روش بزنی، من میتونم شما رو اضافه کنم. نمیدونم صدای منو داری یا کماکان وصلی یا اینکه احتمال داره به دلیل مشکلات الان نباشی. من هم نمیتونم اضافه کنم اردوان رو به برنامه. لحظه آها خوبی آقای اردوان؟ سلام، وقتتون بخیر. خوشحالم که منو قربان تو. ممنونم و از این وصل شدیم به هم دیگه. صدای منو داری؟ بله صداتون رو دارم ولی تصویر ندارم. من فقط یه مقداری صداتو ضعیف دارم. تو صدای منو خوب داری؟ صدامو دارید الان خوب یا نه؟ بله بله بله، الان اشتباه از من بود. عرضم به حضورت که خب عارضم خدمتت که خیلی ممنونم که تشریف آوردی به این لایو و یه مقداری هم طول کشید تا به هم دیگه وصلیم. عارضم خدمتت که ما در زنجیره امید همونطور که خودت میدونی کمک میکنیم تا بچه ها بهبود پیدا کنن. اگر موافقی یه قدری در مورد شرایط خودت قبل از عمل و در واقع اتفاقاتی که برات افتاد تا اون دوره‌ای که به زنجیره توسط پروفسور وصل شدی و تونستی عمل جراحی رو انجام بدی یه توضیح بدی تا بعد من سوالامو بپرسم ازت. اولین که سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام کسایی که تو لایو هستن. بعد اینکه لازمه که این اول یادی کنیم از پروفسور کیوان مزدا و خانم دکتر مریم قریب‌دوست، همسر دکتر مهرپور. من قبل از اینکه با دکتر کیوان مزدا آشنا بشم در تهران پیش اکثر پزشکان ارتوپدی رفتم
و هیچ کدوم از اونا هم نمیگفتن که کیوان مزدایی هم هست، تا اینکه سال 89 من رفتم فرانسه و در بیمارستان رابط طبقه با دکتر مزدا برخورد داشتم و ویزیت شدم توسط ایشون و ایشون اول کوتاهی اندامو جراحی کردن و بعد گفتن که در ایران توسط زنجیر امید هست اما میان و مریضا رو مورد معالجه قرار میدن. بعد در واقع در ایران توسط پروفسور مزدا عمل شدی، درسته؟ بله، 3 شهریور 1392 در بیمارستان 92. سینای تهران. بله، آرزم خدمتت که بیماری که در واقع گرفتارش بودی رو میتونی توضیح بدی و تشریح کنی؟ اسکولیوز 2 تا نوع داره، یکی مادرزادیه مثل مال من که از همون بعد به تولد شکل میگیره، انحراف ستون فقرات، و یک نوع دیگه داره به نام ثانویه که معمولا در سنین رشد و بلوغ ظاهر میشه در بدن بیمار و باعث خمیدگی و برجستگی کتپا و این داستان میشه. عرضم به حضورت که ما اینجا در واقع در زنجیره امید هیچ بیماری رو مادرزادی نمیگیم، یعنی بیماری رو به نوعی بیماری سرشتی اعلام میکنیم، چون مادر که نقشی نداره در عرضم به حضورت نوع بیماری. آره، این اصطلاح البته همه به کار میبرن ها، به قول معروف غلط رایجه، اشتباهیست که همه میگن، اما ما میگیم بیماری سرشتی در زنجیره امید، چون معتقدیم مادران هیچ نقشی ندارن، پدران هم همینطور، بلکه تصادفیست در ژن‌ها و اتفاقاتی میفته، ساختار در واقع ژنتیک این اتفاق میفته و این بیماری شکل میگیره. خب عرضم آجام، این نقطه ای که در واقع شما رو عرضم به حضورت جزء بچه های زنجیره امید میکنه این است که تو تونستی به تمام فشارهایی که قبلا روی تو بود غلبه کنی، باشون مبارزه کنی و خودت رو از شر این ذهنیت‌هایی که میتونه اشتباه باشه خلاص کنی و در واقع به خودت ایمان داشته باشی، هم برای درمانه و هم برای بعد از درمانه. اون نکته که میخوام برام توضیح بدی این است که این امید، این آرزم خدمت نگاه مثبت از کجا میاد برای شما؟ یعنی خودت به این نقطه رسیدی، خانواده در واقع در این تأثیر داشتن، این نگاهی که خسته نشدی، کماکان مبارزه کردی، هنوز هم داری مبارزه میکنی، به تحصیلت ادامه دادی و آرزوهاتو پشت خط ممانعت جسمیت نذاشتی، من این معلولیت رو دارم، حالا هر نوع بیماری که هست، پس دیگه به هیچی نمیرسم و به جایی نخواهم رسید، رها میکنم. اما شما و بچه هایی که ما داریم در زنجیره امید با این ماجرا مبارزه کردید، این از کجا میاد؟ حقیقتش الگوی من مادرم بود. بله. خیلی با حرفاش باعث می شد من امیدوار بشم و بعدش هم خداوند بود، با اینکه خیلی در سنین پایین مثلا می گفتم خداوند برای چی من اینطوری خلق کرده، ولی هرچی سنم گذشت فهمیدم حتما یه آزمایشی بوده و سعی کردم مثل اون داستان جوجه اردک زشت که با همه فرق میکرد ولی در آخر زیباترین اردک شد، روی جهان شد. آره، و خیلی مهمه، حالا نه ما فقط، هر آدمی بدونه که قهرمانش خودش
نشه و تا خودش به خودش کمک نکنه به هیچ جا نمیرسه. آفرین. نکته ما هم دقیقا همینه. ببین ما تو در واقع این برنامه‌ای که شروع کردیم قهرمانان امید، بیشتر میخوایم خلق امید کنیم برای بچه‌هایی که شاید احساس کنن به دلیل هر نوع معلولیتی، چه اونایی که ما پوشش میدیم چه اونایی که ما پوشش نمیدیم، این که متوقف نشن. هم از این جهت که علم داره پیشرفت میکنه و میتونه به ما کمک کنه، و همین که ناامیدی هیچ خروجی جز نابودی زندگی نداره. شما گفتی مادرت نقش مهمی داره در این ماجرا، میتونی بگی توصیفی که مادرت داشت برای زندگی، اون چه که به شما میگفت، اون نقاط امیدواری رو که به شما میگفت؟ چون همه ما آدم ها یه شبای تاریکی رو داریم که ناامیدی مطلقه، حتی اونایی که سلامت دارن ها، یعنی مثلا دارم میگم یه نفر ورشکسته میشه در زندگیش، اون نقاط طلایی که میتونی یاد کنی بگی مثلا فلان روز که من در ناامیدی مطلق بودم، یا حتی اصلا کودک بودی ولی احساس میکردی ماجراها به هم نمیخوره، اما مادرت نجات بخش بود، در مورد اونا برامون بگو. شاید مهمترین جمله‌ای که بهم گفته اینه که همیشه مثلا اگه من میگفتم فلان کار رو نمیتونم بکنم، میگفت اینو نگو، و بارها شاید مثلا دعوا کرد که چرا تو میگی نمیتونم، تو فرقی نداری. و شاید اون حرفا باعث شد من خیلی از دردامو تحمل کنم یا خیلی از فرقهامو. نمیخوام اذیتت کنم چون احساس میکنم یه مقداری احساساتی شدی، اما نکته مهمیه دیگه، نکته مهمیه. ما همه فرق داریم، مثل اثر انگشت میمونه، هر کسی یه اثر انگشتی داره، اما مهم ایمان به توانمندیه، این نکته مهمیست. تو روزهایی که داشتی جان بگو. نه شما بفرمایید، در من بگم. نه خواهش کن، میگم تو روزایی که دیگه به قول معروف عقلت میرسی دیگه، مثلا راهنمایی بودی شاید، اون روزا شرایط برات چه جوری بود؟ یعنی میدونی چی میخوام بگم؟ ما میخوام در واقع یه جوری نگاه مردم رو هم اصلاح کنیم. حقیقتا جامعه ما هنوز با عرضم به حضورتون که معلولیت ها کنار نیومده، خیلی پیشرفت خوبی در این سالها اتفاق افتاده. همه ارکان جامعه، از روزنامه نگاران، از نویسندگان، از فعالین اجتماعی روی این ماجرا کار کردن، ذهنیت مردم رو تغییر دادن، اتفاقات بسیار خوبی افتاده. اما لحظاتی بوده که تو احساس کنی که چرا کسی منو درک نمی کنه؟ 100% تو زندگی هر کسی این قضیه هست، و من همیشه این مثال رو برای خودم میذارم که تو حتی اگه بری در خیابون لباست با بقیه فرق کنه، همه بهت نگاه میکنن. این دلیل نمیشه اون لباس بشه یا هر چیز دیگه ای. و متاسفانه در ایران خیلی نگاه ها رو این ظواهر انسان هست و سریع قضاوت میکنن. البته اینم بگم که شاید اگر بسترها و زیرساختها برای کسایی مثل من و غیره بود، شاید انقدر عجیب نگاه نمی کردم. و حتی به نظر من وقتی خداوند دو تا دوقلوی همسان رو به وجود میاره، با همه این که میگن شبیه هم هستن، یا از لحاظ قدی یا از لحاظ چه میدونم رنگ مو یا هر چیزی، با هم دیگه یه فرقای کوچیکی دارن، و به نظر من خدا اگه میخواست همه چک یا سالم باشن یا همه مشکل دار باشن، همه رو کپی پیست میکرد. ولی مهم اینه که با تفاوت ها همون مزن بگی کنیم. دقیقا. و این جهان از دقیقا. آخه من یه بار دیگه هم توی یکی از برنامه های لایومون عرض کردم،
بعضی ها معلولیت آشکاره، مثلا من نمیدونم شاید بیماری قلبی داشته باشه، عملا در ظاهرم نیست. به ما قضاوت هامون به ظاهر متاسفانه، و این نکته ایست که باید بتونیم اصلاحش کنیم در جامعه ما. قضاوت از ظاهر عملا امر ناپسندی است. ما تا با کسی نشینیم، هم سخن نشیم، عقایدش رو ندونیم، باورهاش رو ندونیم، احساسات و عواطفش رو ندونیم، قضاوت کردن درباره او امر در واقع ناپسندی است. به ظاهر یه نفر رو ببینی و یه لقبی رو بهش بدیم، یه حرفی رو به او بزنیم که ندونیم چه تأثیری میتونه داشته باشه، چقدر میتونه آزار دهنده باشه. و بعضی موقع ها بعضی از حرف ها میتونه آزار دهنده باشه، و ما چقدر باید رو خودمون کار بکنیم که موجب آزار دیگران نشیم. خب نمیخوام همش روی این بحث صحبت کنم، در مورد موفقیت هات بگو، در مورد اینکه چطور غلبه کردی با همراهی مادر عزیزه به سختی ها، و الان کجا ایستادی؟ ببینید اول از این بگم که سال 92 که من عمل کردم به خاطر شوک نخاعی که به وجود اومد نزدیک 3 ماه فلج بودم و با ریکاوری تراپیست و فیزیوتراپ برگشتم. ولی خب شاید بدترین دوران زندگی من اونجا بود که امیدی نبود، ولی اگه اشتباه نکنم آیه 131 که برقره هستش، اسلام تو لرب العالمین، من تسلیم فرمان پروردگارم. و به نظر من اگه کسی بخواد در زندگیش امید پیدا کنه، اینو باید همیشه سرلوحش قرار بده که هر اتفاقی که میفته 100% پشتش خدا برای ما یه آزمایشی قرار داده، یک خوبی قرار داده، و با اون اتفاق باعث شد من خیلی قوی تر بشم و دیگه نه حرف مردم برام مهم باشه و نه برام مهم باشه که دیگران چه قضاوت میکنن. ولی شاید خیلی برای آدم طول بکشه به اون نقطه برسه، برای من 16-17 سال طول کشید، ولی برگشتم به زندگی و الانم دارم کارشناسی زبان انگلیسی میخونم، مترجمی، و دارم که از کشور خارج بشم برم. آها. ما توی یکی دیگه از لایوامون هم یکی دیگه از بچه های زنجیره نکتهش این بود که دوستاش کنه و پروفسور مزدا باشه، یعنی میگفت من دوست دارم برم تحصیل کنم و بعد برگردم طب بخونم، بیام به بچه های مثل خودم کمک کنم. حالا اون بحث دیگه است. آرزم خدمتت که میگی من بعد از 15-16 سال این اتفاق برام افتاد و خودم رو پیدا کردم، یعنی با خود واقعیم دیگه دمخور شدم، دمساز شدم، احساس غریبگی باش نکردم، درسته؟ پذیرش خود یه امر بزرگیه، درسته؟ آره 100% وقتی من پیدا بله بله بفرمایید، من خواستم نکته رو واضح کنم، شما خودت بفرمایید. وقتی خودت رو پیدا میکنی، حالا نه شرایطی که ماها داریم، تو زندگی یه فرد سالم خودتو پیدا کنی، به نظرم موفقیتات بیشتر میشه و با خیلی از مشکلات کنار میاد، ولی به زمان میاد. به زمانی اردن ببین، فهم توانمندی و فهم کاستی، آقا من این کارو نمیتونم بکنم، من با توجه به این که بالفرض مثلا دارم میگم، من خودمو میگم، اگر من مثلا از دند رنج میبرم، من این کارها رو نباید بکنم و این کارها رو میتونم انجام بدم. حالا شاید مثالم یه مقداری بی‌ربط بود، ولی این فهم توانمندی خودم و آنچه که در توان من نیست، یعنی من یه بخشی رو باید جدا کنم، بگم آقا این آرزوی قشنگی شاید باشه اما با واقعیت منطبق نیست، این درسته به نظر تو یا نه؟ تو سختی نمیبینی، میگی که من
آرزوی رو مشخص کردم و میخوام به اون برسم. دیگه حالا توانمندیم اجازه میده یا نمیده، یا این کسر وجود داره، برام صد نیست. برای شما چجوریه؟ تجربه زندگی چجوری بوده؟ ببینید، این بستگی به هر فرد داره. من از بچگی چیزی که هدف خودم قرار دادم خواستم بهش برسم، و اگه مثلا نمیرسیدم ناراحت میشدم. ولی شاید یک نفر با یک دهم اون خواسته که داره راضی میشه. بستگی به هر فرد داره. بله بله. پس شما همیشه برای شما محدودیت نبوده هیچ وقت؟ نه، برای من محدودیت نبوده. عرضم به حضورت که توی این سالها اتفاق افتاده که کسی یا کسانی به شما بگن که آقای اردوان خان، شما نمیرسی به اون جایی که میخوای، بیا بگذر ازش. میخوام بگم، یعنی میخوام بدونم که جوابت به این آدم ها چی بوده؟ آیا همون موقع جواب دادی یا بعدن با عملت بهشون جواب دادی که ببین هر اتفاقی میتونه برای هر کسی بیفته؟ در سنین کودکی 100% همونجا یا جوابشو دادم یا اتفاقی افتاده. ولی هر چه آدم بزرگتر میشه سعی میکنه با اون موفقیت جوابشونو بده، و اونا باعث انگیزه این موفقیت میشه. چی به تو انگیزه میده؟ ببین، برای مبارزت چی بهت انگیزه میده؟ تو در همه ما در یه جنگی هستیم دیگه. شما در یه جنگ مضاعفی، چی بهت انگیزه میده؟ من شاید مادرم به من انگیزه میده. یعنی رضایت ایشون، خوشحالیشون برات بزرگترین انگیزه است؟ بله. اینجور که من تا الان متوجه شدم، به گمان مادرتون مثل کوه پشت شما وایستادن در تمام این سالها، درست میگن؟ درسته، همیشه در هر دکتری که ما در ایران رفتیم ایشون بوده و همیشه هوای من دکتر. بعد آرزم خدمتت که جمله کلیدی که از مادرتون الان به خاطرت هست، یعنی میگی که این حرفشون باعث شد که من از این اردوان به اون اردوان تبدیل بشم، اون جمله کلیدیه چیه؟ این که هر چقدر هم ناامید باشی خدا بهت کمک میکنه. همیشه نوری هست. پس ایمان اون چیزیه که به شما امید و انگیزه میده از طرف مادرتون، که همیشه یک نوری وجود داره و یک حقیقت مطلقی و برتری وجود داره که او به ما کمک میکنه. آره بله. دانشگاه کجا خوندی از اونجا؟ دانشگاه آزاد، واحد مشهد. نه، من منظورم این مشهد دانشگاه آزاد بودی. سر کلاس ها و ازم به حضورت که موقع تحصیل که مسئله‌ای نداشتی، مشکلی نداشتی، راحت بود کار برات؟ تو مدرسه که دوستان هوامون داشتن و اگه کسی پیدا میشد مسخره میکرد جبران کردم اونا. و در دانشگاه نه، در دانشگاه که انسان ها بالغ میشن و اون مغز روش میکنه این اتفاقا کمتر میفته. بله قطعا. ولی باید به یه جایی برسی که اصلا مهم نباشه برات کی چی میگه. این نکته مهمیه. من منظورم به لحاظ تحصیلی بود، یعنی شما ترما رو اینا رو راحت پاس کردی دیگه، درسته؟ مشکلی که اونجا نداشتی؟ نه مشکل نبوده. بعد آرزم خدمتت که فرمودی زبان انگلیسی خوندی، درست میگن؟ مترجمی زبان. آرزو داری که کتابی رو ترجمه کنی به فارسی یا
انگیزه این رو داری که مقاله خاصی یا کتاب تاثیرگذار خاصی رو ترجمه کنی به فارسی؟ هدف من در زندگی نوشتن کتابی نیست و دوست دارم از لحاظ مالی به جایی برسم که خیلی از بچه ها رو تحت پوشش خودم قرار بدم. آها، پس در واقع آرزوت اینه که بتونی به بچه ها کمک کنی. آره، درود به تو. چقدر برای این قضیه کار کردی؟ یعنی ایده هاشو داری؟ یا این که نه، برنامه ریزی هم براش داری؟ هم ایده دارم، هم برنامه ریزی هاشو کردم و دارم سعی میکنم که به اون هدف برسم. آفرین، آفرین، خیلی نقطه امید بخشیه. پس تو یه هدف متعالی تر از این عرضم به حضور چیزایی که ما فکر میکردیم رو برای خودت قائل هستی و اینو فکر میکنی بخشی شاید مثلا به منش و رفتار پروفسور مزدا هم برگرده؟ 100% ایشون با توجه به این که سالها خارج بود ولی اومد به خیلی از بچه ها کمک کرد، الگو بوده و به نظر من اگه ایشون نبود شاید خیلی ها نبودن دیگه با توجه به شرایطی که ما داشتیم، ولی ایشون دقیقا مثل یک فرشته همه رو نجات داد. میدونی اون نقطه نور تاریکی شاید دکتر تهران مرزا بود برای امثال من. عجب عجب. توی دوره درمانت آیا یه جایی بود که شک کنی بهشون، بگی ای داده بیداد من، مخصوصا اون دوره 3 ماهه که فرمودی رو که عجب کاری کردم، شاید مثلا با همون بیماری قبلی می ساختم یه شکلی ولی الان فرمودی که فلج شده بودی، درست میگن؟ آره، از کمر به پایین فلج شده بودم. و اونجا تردید سراغت اومده بود؟ درباره این که ایشون عمل کرده خیر، ولی در مورد این که عمل کرده ماره بوده. آه، در مورد این که عمل اتفاق افتاده تردید. آره، هر کی بوده مثلا بگید مثلا من فرد شدم ولی به این که چرا عمل کردم فکر نکردم، دروغ گفته و اصلا به ذهنت میاد دیگه. بله، یه لحظه تمام امیده در بمیره، ولی در این که ایشون عمل کرده هیچ شکی نداشتم چون واقعا یک خدا بود برای خودش. آره، توانمندی فوق العاده ای داشت پروفسور مزدا، اونطوری که ما از شواهد نگاه میکنیم و اونطوری که ما بچه‌ای که ایشون درمان کردن، البته با حق گذاری و سپاس از بقیه اطبایی که ما داریم و بی دریغ به بچه های ما کمک میکنن، امروز حتی در نبود پروفسور مزدا، ارزم به حضورتون که اما پروفسور مزدا واقعا اینطور که بچه هایی که عمل شدن تعریف میکنن فوقلاده بودن، فوقلاده بودن. آرزم خدمتت که الان بعد از این همه سال فرض رو بریم بگیریم که پروفسور اینجاست، حاضر و ناظر، شما چی بهش میگی؟ این که ای کاش هیچ وقت نمیرفت. بله، کاش بود همیشه. بله، البته الان 100% جایگزین ایشون رو من دکتر سعید مهرپور میدونم، چون همیشه خودش میگفتش که بعد من سعید تمام عملها رو انجام میده و کارش خیلی ویسته. بله، آقای دکتر مهرپور یکی از بهترین اطبایی هستن که لطف دارن، هنوزم با ما کار میکنن و بچه ها رو درمان میکنن. مزدای دوم هستن به قول شما. بله دقیقا. آرزم خدمتت که ما بیشتر میخوایم به بچه ها انگیزه بدیم، میدونی؟ و ناامیدیشون رو از بین ببریم،
ترس هاشون رو از بین ببریم. به خاطر همین هست که اولا با شماها صحبت میکنیم که تونستید موفق بشید به همه مشکلات، چون خیلی وقتا مشکلات رو بعضی البته شاید فکر کنن که اگه مشکل مالی نباشه خیلی از مشکلات برطرف میشه، ولی به گمان میرسه مشکل مالی یکی از مشکلات آدم هاست و امکان داره که با وجود در واقع ارزم به حضورت منابع مالی آدم کماکان گرفتار مشکلاتی باشه. اما اون چیزهایی که مشکلات رو برطرف میکنه انگیزه هاست، درون آدمه. بیشتر میخواییم برای بچه ها اعتماد به نفس ایجاد کنیم، میخواییم اونها رو به آینده امیدوار کنیم و چهرهایی مثل شما به این ماجرا خیلی کمک میکنن، یعنی امیدبخشن، آینده روشنن، آدم ها میتونن ببینن و ازم به حضورت که درس بگیرن. من میخوام خودت در مورد یعنی با بچه ها صحبت کنی و بهشون بگی که چه چیزهایی میتونه مانع باشه براشون، چه ذهنی، چه واقعی، بیرون، و چه چیزهایی هم آرزم خدمتت که داشته های اوناست و روی اون داشته ها حساب بیشتری باز بکنن. اگر از زبان تو بشنویم این ماجرا رو خیلی کمک خواهد کرد. میخواستم بهشون بگم که ای کاش صدها هزار خانم مرشی بود تا همچنین خیریه هایی رو به وجود بیاره که بچه ها رو تحت پوشش خودش قرار بده و بهترین دکترها رو بیاره و هر وقت به نظرم تو زندگیشون ناامید شدن به این فکر کنن که شاید میتونست خیلی بدتر از این باشه و هیچ وقت امیدشون از دست ندن و حتی شده کوچکترین چیز براشون امید بشه. حالا میتونه پدرشون باشه، مادرشون باشه، خواهر برادرشون یا هر کس دیگه، ولی هیچ وقت امید رو از دست ندن، چون انسان بی امید واقعا مرده است به نظر من. درود به تو. پس امیدواری و ایمان در واقع از حرفای قبل تمیر رو متوجه میشم که تو خیلی هم ایمان داری به در واقع آن چه که خداوند برای همه ما رقم زده. امید و ایمان آن دو تا چیزی است که به ما میگی داشته باشیمش برای اینکه بتونیم آینده بهتری رو به دست بیاریم. به نظرم واقعا اگه آدم ایمان داشته باشه، حتما ایمان به این معنی نیست که انسان مثلا نمازش رو 100% بخونه، ولی ایمان به خدا داشته باشه که شاید این مشکلی که تو داری پشتش برنامه بوده برای اینکه تو متمایز باشی و بیشتر تلاش کنی، به نظرم خیلی بهتره تا اینکه مثلا ناامید بشی و بگی که خب این مشکل من دارم قطع امید کنم. درود به تو اردوان جان. من نمیخوام در واقع مرور خاطراتی رو برات بکنم که شاید برات اذیت کننده باشه، اما اینا چیزاییه که میدونید مشترک میشیم با بقیه بچه‌هایی که شاید تو موقعیت تو قرار دارن، امروز در واقع در موقعیت دیروز تو قرار دارن. امروز که تو خدا رو شکر سلامت تو به دست آوردی و عرضم به حضورت که مشکلاتت برطرف شده و داری مسیر موفقیتت تو طی می‌کنی، اما بچه‌ای که تو دیروز تو هن شاید نیاز داشته باشن به این حرف‌ها، خاطره تلخی که برات اتفاق افتاد و دوست داشتی اون خاطره هیچ وقت اتفاق نیفته، یا اینکه اتفاق افتاده و پذیرفتیش اصلا، اون رو میتونی برای ما بگی؟ تلخ‌ترین خاطره‌ای که در تمام مدت زندگی داری، البته میگم با توجه به حفظ حریم خصوصی، اگر چیزیش که نمیخوای بگی که مشکلی ندارم، اما اگر چیزی هست که به نظرت میرسه میشه به بقیه کمک کنه برام بگو. اینکه خاطره برای خودم نیست، ولی شاید بدترین چیزی که دیده بودم این بود که
یکی از دکتران عزیز تهران بودیم، یک جوانی بود اون زمان حدود مثلا 20 سال و به خاطر شیرجه زدن فلج شده بود در استخر، و اون دکتری که الان بیمارستان داره حتی در اهواز، اون آدم به خاطر که پول نداشت عمل نکرد و برای من بدترین اتفاق بود. و به نظرم بچه های زنجیره یا اونایی که شرایط مالیشو دارن همیشه باید شاکر خدا باشن. عجب. خوشترین اتفاقی که برات افتاد و باز اون میتونه برای بچه ها امید بخش باشه رو برامون بگو. برای من 100% اون روزی که خوش بوده این که دوباره راه افتادم. آها. عید قدیر سال 92 فکر کنم شد. آها. آذر عید قدیر بلند شدی برای عرف. بله. قبلش رو ویلچر بودی؟ یا نه؟ ویلچر که استفاده نمی کردم ولی با کمک عصا راه می رفتم. آها آها. ولی اون روز که بلند شدی و دیگه رو پای خودت وایس دادی. آره آره. خب خدا رو شکر. این واقعا برای ما هم اتفاق خوش و میمونی است و عارضم خدمتت که برای ما هم خوشحال کننده ترین اتفاق هاست وقتی که میبینیم بچه هامون پا میشن، راه میفتن، بچه هایی که تا دیروز درگیر بودن، مشکلاتی رو داشتن و با کمک و عارضم خدمتت مهربانی بیدریق پزشکای ما، دوستان توان بخشمون، عارضم خدمتتون که و محبت خداوند روی پای خودشون میستن و راه میرن، این برای ما از بهترین روزهاست. اردوان عزیز، ما میدونی که این اینستاگرام در واقع سر یک ساعت قطع میکنه لایو، اما عارضم خدمتت که ما هم برنامه‌مون تقریبا 44-45 دقیقه است، حالا یه قدری ما دیرتر با هم دیگه وصل شدیم، الان آخرای برنامه بود، میخوام اون نکته ای که آخر ماجرا میخوای بگی، حرف دلته، چه با پروفسور مزا، چه با خداوند، چه با بچه ها، چه با زنجیره امید، اون رو بگی و ما با همون کلام تو این لایو رو تموم کنیم. هر وقت در زندگیتون نوری پیدا نکردید که امیدوار باشید، شاید اون نور خود شما باشید. این زیباترین چیزی که من در مقت تحقیل شنیدم، و وقتی به این باور رسید نور خودتی پیشرفت میکنه. درود به تو. نور در وجود خود ماست، ما هستیم، با شناخت خودمون میتونیم همه چیز رو رقم بزنیم و بهبود ببخشیم. همونطور که اول عرضم به حضور صحبتمون گفتم، ما در بخش توان بخشی زنجیره امید هستیم، طبقه بالا اقامتگاه مادران و فرزندان هست، بچه ها به نوبت اونطور که آقای شمسایی تشخیص میدن برای انجام کارهای توان بخشی میان پایین. الان آقای شمسایی، این دختر گلمون کیه؟ دورساز. من یادم قبلا وقتی آره میخندید کل ساختمون صدا شد. آره درسا خوبی؟ درسا حالت خوبه؟ نه بذارید راحت بشید کارشو انجام بده. آره آره. نمیخوای صحبت کنی؟ چجوری قهر کرد دلش کن. خب اردوان عزیز خیلی ممنونم، خیلی لطف کردی، به مادر گرامی سلام برسون، به خانواده محترمت هم همینطور. دوستان عزیزم ممنونم که امروزم با ما بودید. من یه بار دیگه محمد طاها رو هم که این طرف منه خدمتتون نشون بدم. محمد طاها درست میگم دیگه؟ خدافظی میکنی با اردوان و مردم؟ عزیزم ما با تو خدافظی میکنیم. عزیزانی که با ما بودید تا این لحظه از شما متشکریم. خدا نگهدار تا روز روزگار دیگر. ارادتمند همه.